رئیس بخش رسانه‌ای آستان مطهر علوی برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به هفته بزرگداشت عید قدیر را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری الوطنیه عراق، حیدر رحیم رئیس بخش رسانه‌ای آستان مطهر علوی در یک نشست خبری گفت هفته بزرگداشت عید قدیر شامل اجرای بیش از 40 فعالیت متنوع رسمی و مذهبی به همراه برنامه‌های فرهنگی، ویژه بانوان و کودکان نیز خواهد بود. وی افزود کتاب تصویری زندگی منجی درباره زندگی نامه امام علی علیه السلام که برای کودکان تألیف شده است به نمایش در می‌آید. رئیس بخش رسانه‌ای آستان مطهر علوی در ادامه تأکید کرد در طول هفته و هفته بزرگداشت عید قدیر نزدیک به 500,000 وعده غذایی بین زائران توزیع می شود و همچنین با شروع این هفته 30 پرچم قدیر نیز در اکثر استانهای عراق و برخی از کشورهای جهان و اماکن متبرکه داخل و خارج عراق برافراشته می شود. لازم به ذکر است که به این مناسبت هدایای مختلفی نیز بین زائران توزیع می گردد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی کشورهای گوناگون امسال حداقل 270 نفر در جریان مراسم حج تا کنون جان خود را از دست دادند. بر اساس اعداد اعلام شده توسط کشورهای مختلف که دلایل مرگ را ذکر نکرده‌اند، حداقل 230 نفر، بسیاری از اندونزی، در طول سفر حج و تاکنون جان خود را از دست دادند. به گفته سرکنسول اندونزی در عربستان، بزرگترین کشور مسلمان جهان، دست کم 209 اندونزیایی در مراسم حج امسال جان باختند. اکو هارتونو گفت اینکه گفته می شود تعداد زیادی از زائران اندونزیایی به دلیل گرمازدگی جان خود را از دست دادن نادرست است. بسیاری از آنها به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در گذشته اند. در این بین برخی از افراد به دلیل گرمای طاقت فرسا بیهوش شده بودند. همچنین مرگ 10 ایرانی در حج امسال تایید شده است. مسن‌ترین زائر ایران نیز در حج جاری با 114 سال سن بر اثر سکته قلبی درگذشت. مقامات حج امسال اعلام کردند که 8 الجزایری و 4 مراکشی نیز جان باختند. علاوه بر این یک رسانه طرفدار دولت مصر گفته است 8 زائر از این کشور نیز جان باختند. حداقل 32 زائر هندی نیز در میان جان باختگان حج امسال هستند. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیرایس واچ از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی که مقر آن در ایالات متحده آمریکا است، گزارش ماهانه خود را یک بار دیگر منتشر کرد و با ارائه مستندات و مدارک متعدد از جنایت‌های رخ داده در شهرها و کشورهای مختلف جهان مظلومیت شیعیان را اثبات کرد. در این گزارش که مربوط به ماه ژوئن 2023 میلادی بوده، به برخی عملیات‌ها و جنایت‌های رخ داده علیه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، عراق، پاکستان، بحرین و عربستان اشاره شده است. این گزارش همچنین اشاره کرده که از زمان روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان تا کنون دست کم 3,774 نفر شیعه غیر نظامی کشته شدند که 92 نفر آنان زن و 287 نفر آنان کودک بودند. این گزارش همچنین به اعدام جوانان شیعه در عربستان اشاره کرده و در بخشی هم به اذیت و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بحرین پرداخته است. ائتلاف 14 فوریه بحرین در
بحرین و برخی از سازمان‌های حقوق بشری از سازمان ملل خواستند تا حکومت بحرین را برای متوقف کردن شکنجه زندانیان تحت فشار و در این کشور تحت فشار قرار دهند. ابراهیم العرادی مدیر دفتر سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین اعلام کرد که سازمان ملل شکنجه را جنایت انسانی می‌داند و شکنجه کرامت ذاتی و انسانی را از بین می‌برد. وی در یک سخنرانی ویدیویی به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه تأکید کرد که سازمان ملل و در رأس آن آنتونیو گوترش بیش از هر زمان دیگری می‌دانند که باید یک نقش برجسته و تاریخی خود در توقف خونریزی و شکنجه بازداشت شدگان در داخل زندان‌ها و دفاتر تحقیقات حکومت بحرین که از حمایت آمریکا و انگلیس برخوردار است انجام دهند. وی از جامعه جهانی و دولت‌ها و نهادها خواست تا به نقض حقوق بشر در بحرین که قربانیان زیادی بر جای گذاشت و حق حیات را از آنها سلب کرد رسیدگی کند. با این امید که این نهادهای بین المللی بر حکومت بحرین فشار بیاورند تا جلوی این تخلفات روزانه را بگیرد. از سوی دیگر سازمانهای حقوق بشری از دولت بحرین خواستند تا به سیاست شکنجه و رویکرد معافیت از مجازات در این کشور پایان دهد. مرکز حقوق بشر بحرین به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرد که دولت بحرین قوانین، منشورها و اسناد بین المللی را که همه اشکال شکنجه را جرم‌انگاری می‌داند نقض می‌کند و بازداشت شدگان را مجبور به اعتراف دروغین می‌کند. نماینده رئیس جمهوری فرانسه که در دور اول سفر خود به بیروت دستاوردی برای حل بحران لبنان داشت، پیشنهاد تشکیل یک کمیته پنج جانبه به منظور رسیدگی به پرونده ریاست جمهوری این کشور را مطرح کرده است. در حالی که هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل بحران سیاسی لبنان وجود ندارد، روز گذشته صندوق بین المللی بول در گزارشی به تشریح وضعیت خطرناک این کشور پرداخته و اعلام کرد مردم لبنان سخت‌ترین روزهای زندگی خود را می گذرانند و منتظر یک معجزه و گشایش مانده اند تا شاید از این کابوس بیدار شوند. اما ابرهای سیاهی که روی این کشور سایه انداخته به این زودی ها محو نمی شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که عامل زمان به نفع لبنانی ها نیست و با گذشت زمان مردمی کشور روز به روز فقیرتر می شوند و آنها تنها قربانی این وضعیت و پیامدهای ناشی از فروپاشی اقتصادی لبنان هستند که در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. بنابراین لودریان به ماکرون پیشنهاد داد که در دور دوم سفر خود به بیروت ابتکار جدیدی ارائه دهد که شامل تشکیل یک کمیته پنج جانبه متشکل از آمریکا، قطر، عربستان و مصر و فرانسه برای رسیدگی به بحران لبنان باشد، مشروط به اینکه رئیس جمهور فرانسه در این زمینه با مقامات ایرانی ارتباط بگیرد، حتی اگر ایران جزء کمیته مذکور نباشد. منابع خبری اعلام کردند که پس از یک آتش‌بس کوتاه در روز اول تعطیلات عید قربان در سودان، درگیری‌ها با سلاح‌های سنگین در اومدرمان و خارتوم از سر گرفته شده است. به نقل از شبکه الجزیره، ارتش سودان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد نیروهای ما عملیات منحصر به فردی را در داخل لانه‌های دشمن انجام دادند و مناطق تحت کنترل شورشیان را در اومدرمان پاکسازی کردند. در همین راستا یک منبع نظامی به الجزیره گفت که نیروهای ویژه ارتش در تعدادی از محله‌های شهر اومدرمان اقدام به گشت زنی کردند. در همین حال روزنامه القدس العربی نیز اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌ها میان ارتش و نیروهای واکنش سریع صدای انفجار شدید در شرق و جنوب خارتوم شنیده شده است.
در پایان گفتنی است، درگیری ها در سودان در حالی ادامه دارد که اداره کل هوانوردی غیر نظامی سودان از تمدید بسته ماندن حریم هوایی این کشور تا 10 ژوئیه خبر داد. ارتش پاکستان اعلام کرد که یک سرکرده و 2 عضو گروه تروریستی سنی های تندروی داعش را در نزدیکی مرز افغانستان کشته است. رسانه های پاکستانی به نقل از ارتش این کشور اعلام کردند یک سرکرده و 2 عضو گروه تروریستی سنی های تندروی داعش در پی حمله به مخفیگاه آنها در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این عملیات در منطقه باجور از ایالت خیبر پختونخوا انجام شده است. ارتش پاکستان به رسانه‌های این کشور گفته است که شفیع الله، سرکرده داعش، تحت پیگرد نیروهای امنیتی بود و در حملاتی دست داشت.